سلام بچه ها، بالاخره مدرک اصلی اوسبیلدونگ من اومد. ایها کانیده بایه و ترک نیست به اوسبیلدونگ. همونجوری که همه تون پرسیده بودید توی کامنت ها و مخصوصا توی دایرکت که نمرات چی شد، نکنه به زور قبول شدی، تک ماده زدی، نمیدونم همینجور چیزا. الان میخوایم بریم ببینیم که آقا چجوری بود واقعا و من این امتحان رو چجوری دیدم. بریم سراغ، یعنی مدرک رو بهتون نشون بدم، نمره رو ریز بریز بام ببینیم. یه داستان کوتاه میخوام براتون تعریف کنم که ببینید چجوری شد که اینجوری شد و در واقع بهتون لول به لول جلو بریم که این حس رو بهتون بتونم منتقل کنم و ببینید که این نمره ها چجوری بر من جدا از تاثیرش توی زندگیم چه تاثیری روی اون حس خوب نهایی داشت. بریم بهتون توضیح بدم. یه فلش بک بزنیم به عقب. من سال اول اوسبیلدونگ امتحان تایل آینس رو که دادم یه نمره خیلی خوبی گرفتم، واقعا خوب بود، خوشحالم کرد، سرافرازم کرد به قول گفتنی. ولی یه بدی که داشت باعث شد انتظار از من بره بالا، چه از لحاظ کاری و چه مهمتر از همه من از خودم انتظارم رفت بالاتر. گفتم ببین الان تو اینجا وایسادی، اگه قراره بعدی رو خراب کنی، بعدی رو یه ذره جبران کنی، این خوشگل نیست، به در هیچکی نمیخوره. گفتم الان که اینجایی یا تو همین سطح نگاش یا حتی یه ذره ارتقاش بده و این باعث شد که من یه هدف بزرگتر برای خودم بذارم و یه کوچولو استرسم بیشتر بشه. سال دوم شد و سال دو و نیم در واقع که من امتحان تایل 5 رو دادم، همون که گفتم خیلی سخت بود و نزدیک بود دو سه بار وسطش قش کنم. توی ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم، اگه ندید برید حتما ببینید، توش خیلی نکات مثبت است که یاد میگیرید، لینکش رو توی توضیحات میذارم که برید ببینید. امتحان دوم رو دادم، به هر بدبختی بود تموم شد و نمره ها اومد. آقا من گفتم گند زدم، یعنی چون نمره های آلمان 1 تا 6 و در واقع 1 خوبه 1 خیلی خوبه، 2 خوبه، 3 متوسطه، 4 کافیه، 5 بعد 6 افتضاح. 4 همون 10-12 خودمونه، 5 زیر 10 دیگه، 6 هم که برو سراغ 1 و 2 به فارسی بخوام بگیم. آقا نمره های من اومد، گفتم من خراب کردم دیگه، الان خیلی سخت بود و خراب کردی و این حرفا. بعد که نمره ها اومد دیدم که نه، خوب بود، خوبتر از انتظارم بود. اما یه بدی داشت. بعدیش چی بود؟ تو 2 تا درس من نمره هام یه جوری بود، مثلا اگه از 81 نمره 2 میگرفتم یعنی خوب، ولی نمره ها یه جوری بود که مثلا 2-3 تا کمتر داشت. سطح منو مثلا شما فکر کن میتونست معدلم 19 بشه، میشد 18 و مثلا 90. خب اون با اون 90 اون اذیتت میکنه، میگی بابا چرا 19 نه، من که میتونستم 19 شم، چرا 18 و 90 شم. خلاصه من رفتم با اوسبیلدرینم صحبت کردم. اوسبیلدرین میشه مسئول اوسبیلدونگ بانکمون. حالا ما تو بانک این شغلای دیگه همشون یه اوسبیلدرین یا یه اوسبیلدر دارن. باهاش حرف زدم، گفت ببین تو نمرات خیلی خوبه، حتی از اونی که همکارم که با من دعوا وارد شده بود تو اوسبیلدونگ بهتر بود، از تا جایی که من از کلاس پرسیدم هم بهتر بود، به قدری که 2 نفر که همیشه تو هر کلاسی به قول گفتنی خرخون داریم. اما خب آره بگذاریم. گفت ولی نمرهات خیلی خوبه، ولی من برات حساب کردم، چون میخواستی تو اگر میخوای نمرت مثلا 18-90 بشه 19، باید توی امتحان شفاهی 90 پونت بیاری. حتی 90 پونت هیچ کی نمیگیره، یعنی من تا به حال توی حالا 3.5 سال تجربه کاری و این برانور و درس و اینا، من تا الان ندیدم کسی 90 بگیره. خلاصه من رفتم خونه با خودم خیلی منطقی حرف زدم، گفتم نگاه کن تو که نمیتونی 90 بگیری، کسی هم تا الان نگرفته، تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم و این حرفا کسی حالا نگرفته، پس به قبولون به خودت، زبون مادریت هم که اصلا آلمانی نیست و میری اونجا میگم مثل ایران نیست اینجوری وایسی بگن چرا سقف‌های شمال ایران را شیبدار میسازن و تو جواب بدی، نه اونجا طرف مشتریت که نشسته خودش رئیس بانک داره رول مشتری رو بازی میکنه، تو میشینی رول براتر رو یا مشاور رو اجرا میکنی، 2 نفر اونجا نشستن دارن نمره میدن به دارن مینویسن تون تون و یه جور کلاس بازیگری هم انگار هست، تو بعد بیا رو مهلت حرف زدن بدی، باج ارتباط چشمی برقرار کنی، نمیدونم پشت میز چه شکلی میشینی، همه اینا هست که حالا تو ویدیو قبلیه بهتون توضیح دادم. خلاصه گفتم آقا بقبولون به خودت، به همین نمره 18 و 90 برای مثال راضی باش، 19 نخواستی. اینجا کات میکنم داستانو، ماوریشو دیگه خودتون نمره رو میبینید متوجه میشید بد و خوبشو. فقط یادتون نره من باید 90 غیر ممکن رو میگرفتم تا معدلم از اون 18 و 90 رو مخی بشه 19 و مثلا 10ی که واقعا آدم میگه اوکی 19 18 نیست. بریم ببینیم. خب این شکل کلی این مدرک هست از بالا به پایین، حالا با هم زوم میکنیم نگاه میکنیم، اما خواستم یه کلیشو ببینید. این رنگ سفید آبیشو من خیلی دوست دارم و اون ایهاکای بالا همونجوری که تو پست قبلی بهتون توضیح دادم مهمترین و معتبرترین سازمان صدور مدرک اوسبیلدونگ هست. هر اوسبیلدونگی که ایهاکا نباشه، این حرف من نیست، حرف خود آلمانی هاست، حرف هم است،
مدرکی که ایهاکا نباشه، مدرک آسپیلدونگی که ایهاکا نباشه، در واقع به هیچ دردی نمیخوره و انگاری که شما فقط یه دوره گذرانید، نه یه آسپیلدونگ آنرکانت. حالا بریم با هم زوم شده و سانسور نشده‌شو کامل نگاه کنیم و نمره ها رو ببینید. بریم پایین نمره ها رو ببینیم. نمره اول 82 که گوت، یعنی نمره 2 هستش، در واقع سطح 2 هست که خوب میشه. کونت فورن آنشافون این فینانسیرن. بچه‌ها این یه سری لغت‌های تخصصیه که تو فارسی واقعاً یه سریش معادل درست حسابی نداره و منم آدم گوگل ترنسلیت نیستم بزنم نگاه کنم یه چیز به قول گفتنی چپرچولاق تحویلتون بدم. چیزی که هست از ذهن خودم سعی می‌کنم معنی کنم، میشه راجع به حساب وا کردن و حسابداری در واقع و آنشافون این فینانسیرن، یعنی وام‌های کوچولو به قول خودمون. بعد میای پایین‌تر تایلز فاین قسمت دومه، فموگن آفمن ریزیکو اپسیشن، یعنی سرمایه گذاری در واقع افزایش ثروت و ریزیکو اپسیشن و ریسک ها رو کمتر کردن. یه سری بیمه ها مثل بیمه عمر، مثل بیمه بازنشستگی و غیره که 77 گرفتم. میبینید سه تا پونکت اگه بیشتر میگرفتم مثلا نوت 2 میشد. همین سه تا پونکت من اذیت کرد. و اینم فینانسیرونگن به گلایتن، در واقع این همش راجع به وام بود، وام خالص و یه سری قوانین وام که خیلی سخت بود به خاطر همین 71، ولی بازم خیلی خیلی خوب شد. مهم اینه که نوت 3 بود در واقع. و در آخر کوندم براتن، آخر که نه تنها مهمتر، 98 گرفتم بچه ها. 98، این همونیه که بعد 90 میشدم. واقعا واقعا لذت بردم این نمره و خودشون اونجا بهم گفتن این بهترین مشاوره، جلسه مشاوره بود که ما تو چند سال اخیر از دانش آموزا به قول گفتنی دیدیم و من کم مونده بود اونجا گریه کنم. بعد میایم پایین تر، ویچ آفون سوسیال کنده اقتصاد و در واقع اجتماع که اینم 79 شد. میبینید مثلا این اگه یکی دو تا بیشتر میگرفتم باز اینم گوت میشد به جای راضی کننده. در واقع میگم این نمره های کوچولو مشولو باعث شد که من بعد 90 میگرفتم و خدا رو شکر تونستم، فکرشو نمی کردم و یه چیز عجیب غریبی بود و از همه بهتر، از کل کلاس نمره شفاهی من از همه بهتر شد با اختلاف. نمره کلیم هم نفر سوم شدم تو کل کلاس، چون بعضیا هستن همیشه میگم مریضن انقدر درس میخونن. خب میگم این پایین یه نکته خیلی باحال داره، این دوتا امضا میبینید، امضای سمت چپ رئیس کل ایهاکا این ایالته، رئیس سمت راست رئیس کل آسپیلونگ های آلمانه و اون مهر وسط. بچه‌ها این امضا و این مهر چاپی نیست، امضای واقعی خودکاره و اون مهر واقعیه و این خیلی برای من ارزش داره که انگاری ببین چقدر برای ما ارزش میذارن که انگار واقعا دست طرف رد شده که واقعا هم شده و این حس خیلی خوبی بهت میده که مثلا واقعا از دست رئیس کل آسپیلدونگ‌های آلمان مدرک تو رو خونده، اسم تو رو دیده. میدونی یه حس خوبیه. در کار این حس خوب و این موفقیت رو برای همه تون آرزو میکنم. تو رشته های خودتون تک تکتون میتونید، تک تکتون لایقید، فقط سختی داره که میدونم میتونید اگر بخواید. موفق باشید.